سلام دوستان، خب تو این جلسه از پاور بی آی ما میخوایم یه گزارش در خصوص میزان سودی که کردیم ارائه بدیم. این گزارش رو قبلا ما دیده بودیم که گزارش تعداد بودش. ما شبیه همین گزارش رو واسه سود میخوایم داشته باشیم. خب چیزی که هستش، ما به صورت عادی اگر تو جلسه قبلیاتون باشیم پروفیتی که اینجا هست رو نداشتیم و خب این جدید هستش. ما دیتاهایی که مثلا مقدار فروشمون رو داشتیم، مثلا پرایس نشون دهنده این هستش که چقدر من به مشتری فروختم، قیمت مشتری هستش که دادم. یونیت پرایس دارم مثلا اینجا که نشون میده هر واحد از کالام چقدر قیمت داره، یعنی قیمت خامش چقدر بوده. و تعدادی که مثلا فروختم که ضرب این دوتا میشه قیمت خام کل محصولم. هزینه ارسال هم داشتیم، اینجا داریم. از طریق اینا ما میخواییم سود رو حساب بکنیم. خب از اونجایی که سود در واقع توی اون داده های ما محاسبه نشده، ما باید این سود رو محاسبه کنیم. از چه طریق میتونیم محاسبه کنیم؟ اولا که فرمولش اینطوری میشه، میشه قیمت کلی که من به مشتری دادم، یعنی میخوام بدم، قیمت مشتری هستش. ضرب داره یک منهای تخفیفی که به مشتری دادم، چون اینجا تخفیف هم داریم، دیسکانت داریم که تخفیف هستش. مثلا 20% تخفیف دادیم، یعنی قیمت که به مشتری حساب کردم 80% قیمت است. پس ضرب در یک منهای دیسکانت منهای مقداری که من خودم خریدم این کالا رو، یعنی مقدار قیمت اولیه‌اش که میشه تعدادش ضرب در قیمت یونیت پرایس من که میشه سود من، منهای هزینه حمل و نقل، هزینه ارسالی که داشتم، که اینطوری میتونم سود رو حساب کنم. خب این فرمولش رو پس الان متوجه شدیم. حالا چطور میتونیم تو پاور بی آی مثل این پروفیت اینجا داشته باشیم؟ ببینیم دو تا راه داریم. یا اینکه من باید بیام توی مدلینگ اینجا یه دونه نیو کالم بذارم با تو این تیبل سلکت شده، یا قسمت تیبل تولز یه دونه کالم بندازم، یا یه دونه میجر بندازم. فرق بین کالم و میجر چی هستش؟ خب بخاطر اینکه بهتر بتونیم متوجه شیم، بیایم توی قسمت دیتا، از قسمت چپ بیایم قسمت دیتا که داده هامون رو ببینیم. ببینین الان من یه دونه ستون اینجا اضافه کردم به نام پروفیت، که اینجا اگر توجه کنین فرمول داریم. الان اینجا ما فرمول نوشته شده، اما توی ستون‌های قبلی هیچ فرمولی نوشته نشده، اینجا خالی هستش. این یعنی که من این ستون رو خودم، ستون کلکیولیتد، اضافه کردم که از طریق نیو کالم بوده. من اینجا کافیه توی این دیتا هم کالم تولز یا تولز اینجا تیبل تولز یا حتی توی هومش که هستم یه دونه نیو کالم رو بندازم. اینجا که نیو کالم رو میندازم یه دونه ستون اضافه میکنه و مینویسه کالم مساویه با این کالم. اسم این ستونه هستش که من هر چی میتونم بنویسم، مثلا مینویسم نیو پروفیت، خب، یا اگزمپل پروفیت، هر چیزی. پس اینجا الان من یه دونه ستون اضافه کردم با نام نیو پروفیت. میگم این نیو پروفیت مساوی چی هستش، باید فرمولش رو بنویسم. فرمولایی که توی ستون داریم مینویسیم و باید توجه کنیم به ازای سطر میره جلو. یعنی اصلا من گفتم که باید پرایس رو من مینویسم پرایس، اینجا خودش میاره سیلز دیتا، یعنی جدول سیلز دیتا، پرایس، ستون پرایس رو ضرب داره پرانتز باز یک منهای اون تخفیفه کن، می‌نویسم دیسکاونت، میرم دنبال تیبل سلز دیتا دیسکاونت میگردم. خب پرانتز رو میبندم. وقتی که این رو اینتر میکنم میاد باسه من نیو پروفیت رو ایجاد میکنه و محاسبات رو اینجا انجام میده. محاسبات رو چجوری انجام داده؟ سطر به سطر انجام داده، یعنی اومده پرایس رو ضرب در یک منهای دیسکاونت کرده، مقدارش رو گذاشته توی نیو پروفیتی که اینجا هستش. خب بیاییم بقیهش رو هم حساب بکنیم دیگه. گفتیم که این الان مقداری هست که من به مشتری دادم و پول گرفتم. منهای تعداد که همون کوانتیتی هستش، من کوانتیتی رو بعد بیام توی سلز دیتا کوانتیتی رو انتخاب میکنم، ضرب داره یونیت پرایس، یعنی قیمت هر واحدی که من اینجا خریدم، یونیت پرایس رو هم میام اینجا انتخاب میکنم. خب واسه اینا هم پرانتز میذارم که
محاسباتم اشتباه نکنم بهتر انجام بشه. خب بعد منهای هزینه حمل و نقل، یعنی توی سلز دیتا هزینه حمل و نقل رو پیدا میکنم که ترانسپورتیشن کاست هستش. حالا که اینتر میکنم میاد مقدار پروفیت من یا سود من رو محاسبه میکنه میذاره اینجا. من توی این پروفیت هم یادم رفته بودش که هزینه حمل و نقل رو کم کنم، واسه همین تفاوت داره. اینجا هم این رو اضافه میکنم منهای سیلز دیتا ترانسپورتیشن کاست. خب میبینیم که اعداد یکی شدش، یکی به دست اومدش. خب ما اینجا پروفیت رو حساب کردیم. خب وقتی که فرمولتون رو نوشتین یا از طریق تیک اینجا یا زدن اینتر میتونین فرمول رو بزنین که محاسبه بکنه. اگر مشکلی توی فرمولتون وجود داشته باشه اینجا یه ریبون زرد یا قرمز بهتون نشون میده، میگه مثلا این مشکل وجود داره. مثلا من اینجا یه دونه دیسکاونت رو برمیدارم، یه تیشو برمیدارم، الان نها کنین اینجا داره قرمز میزنه میگه cannot find the name. اگر من اینتر رو بزنم اینجا میبینین یه ریبون زرد رنگ اومده واسه من و اینجا هم ارور داده که یعنی دیسکاونت الان اشتباه نوشته شده که من باید تصحیح کنم. اینم از این که ما چطور میتونیم بفهمیم چه اشتباهی داریم و چطور میشه اگر اشتباه نمیسیم. خب من اینتر رو میزنم که این از بین بره ارور من. پس فهمیدیم که الان چطور میتونیم یه نیو کالم اضافه کنیم. حالا میجر چیه؟ اگر من یه دونه نیو میجر بزنم، میجر میاد محاسبات رو بر اساس سلول ها انجام میده. خب دیگه بر اساس سطر به سطر نمیره. یعنی اگر من بخوام مثلا پروفیت رو حساب کنم، مثلا اینجا مینویسم پروفیت میجر میذارم که بدونیم میجر نوشتم. خب پروفیت میجر دقیقا مثل همون تیبل. من یادم رفت بگم وقتی که ما داریم فرمول می نویسیم توی پاور بی آی داریم از زبان دکس استفاده می کنیم، دیتا آنالیزز اکسپریشن. خیلی شبیه اکسل هست ولی تفاوت هایی هم داره. پس یادمون باشه فرمولایی که داریم توی میجر یا توی مثلا کالم نیو کالم می نویسیم توی پاور بی آی از زبان دکس استفاده می کنیم. اگر توی گوگل دارین سرچ می کنیم مثلا می نویسین سام، توی پاور بی آی DAX بنویسیم DAX Data Analysis Expression. خب پروفیتی که من دارم اینجا به دست میارم دیگه نمیتونم اینجا بنویسم Sales Data. خب باید چیکار بکنم؟ باید اول سام ببندم روی کل حالا ستون ها کنه. الان Sales Data اومد، من قبلش اینجا مینوشتم Sales Data چیزی واسه من نمیاره چون اشتباهه. اول باید سام ببندم، یعنی یک عملیات روی کل اون ستون انجام بدم، بگم آقا جمع ببند سیلز دیتا مقدار چی رو؟ مقدار پرایس همو، مقداری که دادم به مشتری رو. خب جمع ببند ضرب در یک منهای دوباره جمع ببند کل تخفیف هایی که دادم. یه چیز دیگه هم توجه داشته باشین، تفاوت بین میجر و نیو کالم این هستش که نیو کالم حجم اضافه میکنه به پاور بی آی من، سنگین ترش میکنه، اما میجر اونقدر سنگینش نمیکنه و خوب هستش که استفاده بکنیم. پس هر جایی که میتونیم اول نیو میجر میزنیم، از میجر استفاده میکنیم. اگر نتونستیم نیو کالم اضافه کنیم که پاور بی آیتون سنگین نشه. خب جمع میبندم روی دیسکاونت ها. ببین الان دیسکاونت رو که دارم جمع میبندم ممکنه بیشتر از یک بشه، جمعشون بیشتر از یک میشه دیگه. یک منهای سامیشن اشتباه هستش. خب الان اینجا من نمیتونم از نیو میجر استفاده بکنم. همین الان این رو متوجه شدیم با هم دیگه که من نمیتونم. چرا؟ چون دیسکاونتی که داره میکنه جمع اینایی که زیر صفر هستش مثلا توی یک میلیون تا میره بالا، مثلا یه عدد خیلی زیادی میشه. حالا یک منهای اون دیگه فایده نداره که. خب پس داره فرمول غلط میره، من نمیتونم میجر استفاده بکنم. کار دیگه ای که میتونم بکنم چی هستش؟ مثلا اینجا من سام پرایس رو گرفتم، میتونم بگم که آقا من دارم به ازای هر واحد چقدر سود میکنم. ببینید میجرم رو تغییر دادم، تقسیم بر اگر کوانتیتی بکنم سام
کوانتیتی میکنم سیلز کوانتیتی. خب اینجا میتونم نسبت سودم رو حساب بکنم، نسبت گود می نویسیم یعنی سود به ازای هر محصول. خب این هم دیگه سیلز دیتا نیست، از اون ستون جدیده میتونم استفاده بکنم. کدوم؟ نیو پروفیتی که الان با هم دیگه نوشتیم، نیو پروفیتی که با هم نوشتیم. خب الان این میشه مقدار سود به ازای هر فروش. پس نها کنین، من اینجا نمیتونستم سود رو با میجر استفاده کنم، مجبور بودم که یک ستون پروفیت اضافه کنم. حالا اینو قبلا من خودم اضافه کرده بودم، مجبور بودم این ستون پروفیت رو اضافه بکنم. ولی وقتی که میخوام سود به ازای هر محصول رو به حساب کنم، دیگه لازم نیستش که من بیام اینجا یه ستون اضافه کنم، میتونم یک شاخص اضافه کنم به نام سود به ازای هر کالا. من نیو پروفیت رو میکنم همون پروفیتی که قبلا نوشته بودم، اینتر میکنم، این دیگه نیو پروفیت رو پاکش میکنم که فایلم سنگین نشه، فقط واسه نمایش اینجا رو نوشته بودیم که میام اینجا میتونم نیو پروفیت رو دلیت کنم. خب یه چیزی رو توجه بکنین، ببینین من وقتی که یه دونه ستون دارم اضافه میکنم، شکلی که اینجا بغلش هست به این صورت تیبل هستش، اینجا میبینیم. خب اما وقتی که میجر استفاده میکنم، شبیه یه دونه ماشین حساب هستش که کنارش میذاره، که این تفاوت بین شاخص یا میجر هستش و نیو کالم هستش. پس فهمیدیم کجا نیو کالم باید بذاریم. تا جایی که میشه کالم اضافه نمی کنیم، اگر میتونیم شاخص می نویسیم، اگه دیگه نمیتونستیم حتما باید سطر به سطر بره، میاییم یه دونه نیو تیبل رو، نیو کالم رو میزنیم. خب این از این قضیه. حالا من چطور این نمودارها رو بکشم؟ ببینید این نمودارها دقیقا مشابه همین نمودارها هستن، خب که من اومدم اینجا گذاشتم، فقط به جای کوانتیتی کردمش سیلز پروفیت من. خب کاری که کردم هم این هستش، اومدم کلیک راست کردم روی گزارش قبلی که درست کردم، داپلیکیت پیج رو زدم، اومدم دیگه این کوانتیتی ها رو برداشتم کردم پروفیت و اومدم اینجا به جای اینجا، البته توی تایتلش رو باید عوض میکنم، مثلا کردم پروفیت و بعد توی این قسمتش اومدم کوانتیتی رو تیکش رو برداشتم پروفیت رو اضافه کردم. یعنی به ازای هر کدوم از اینا دقیقا به جای این که دیگه دوباره بیام نمودارا رو بکشم، اومدم تیک این رو برداشتم پروفیت رو اضافه کردم. به همین راحتی تونستم گزارش جدید بر اساس سود به دست بیارم. اگر خواستیم میتونین رنگاش رو هم عوض بکنین که با این کوانتیتی اشتباه نشه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا من الان این رو پابلیش میکنم، اگه یادتون باشه میره توی کلاود پاور بی آی من، بعد میتونم این رو اد بکنم به یه داشبوردم، کوانتیتی و پروفیت رو کنار همدیگه ببینم که نموداراش رو بتونم با همدیگه مقایسه بکنم. اینا رو هم دیگه خودتون اگر انجام بدین، دیگه من این رو دلیت میکنم، به همین پروفیت ریپورت میرسین که اینجا من درست کرده بودم. رینیمش هم که میتونیم با دابل کلیک بکنیم و رینیم بکنیم. خب ممنونم از توجهی که داشتین، تا جلسه بعد خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.